دوستان، امیدوارم حالتون خیلی عالی باشه. خب امروز میخوام با هم دیگه نحوه تکثیر یوکا رو ببینیم. شما از گیاه مادری تقریبا یک جوونه 35 تا 40 سانتی کاملا سالم انتخاب کنید. با یک کاتر یا چاقوی استریل شده و خیلی تیز ببریدش. حالا چرا میگم خیلی تیز؟ چون اگه خیلی تیز نباشه، قسمتی که شما برش میدید حالت لهیدگی پیدا میکنه و احتمال ریشه دار شدنش خیلی کمتره. نکته بعدی این که شما قلمه رو تا جایی که قرار داخل خاک قرار بگیره، تقریبا این جایی که کم رنگ تر هستش، کاملا باید برگهاشو حذف کنید، یعنی هیچ برگی نمونه. علتش هم اینه که شما چون باید بستر رو تا زمان ریشه دهی مرطوب نگه دارید، این رطوبت میتونه برگ رو دچار قارچ کنه و شما قلمه رو خوردن از دست بدید. خب حالا بریم سراغ خاکی که شما قراره قلمه رو داخلش بکارید. ببینید یوکا خیلی نسبت به خاک سختگیر نیستش. من پیشنهاد میکنم شما قلمه یوکا رو داخل ماسه شسته رودخونه بکارید، یا اگه ماسه در اختیار ندارید ترکیب خاک برگ و خاک باغچه هم میتونید براش استفاده کنید و خیلی راحت قلمتون ریشه دار بکنید. همونطور که میبینید ما قلممون رو داخل خاک کاشتیم. ببینید هر وقت سطح خاکش رو به خشکی رفت، شما حتما باید آبیاری کنید. تقریبا میشه هفته‌ای دو تا سه بار آبیاری، و بهترین دما هم برای ریشه زایی قلم یوکا تقریبا بین 18 تا 25 درجه هستش، و تا زمانی که قلمه ریشه نداره سعی کنید جایی بذارید که نور خیلی ملایم و کمی داره، و بعد از اینکه مطمئن شدید قلمتون ریشه دار شده به جای پرنورتر منتقلش کنید. ممنونم ازتون، موفق باشید.